تا چند سال پیش اینجا محل ساختمان یگانه سالن تئاتر و نمایشات هنرمندان هرات بود. محلی که در آن در قالب هنر علیه مواد مخدر تبلیغ می‌شد، حالا به خانه امن معتادان و استعمال مواد مخدر مبدل شده است. گاهی وقتا هم که از اینجا تیر میشم اشک من میرسه. به جایی که ما مردم را درس میدادیم، بی سواد و با سواد از اینجا چیزی میاموخت، حال پاتوق معتادین شده. این خیلی جای تاسفه. بعضی نمایش‌ها ما مربوط به برادران معتاد بود. یعنی میگفتیم برای نایاد من که چی رقم اینو تصمیم میگیرن که ترک کنن. و این نمایش‌ها رو که ما برای اینو کار میکردیم، یکی دو نفر ما دیدم گفتم برادر ما حالا یاد گرفتیم که چه طریق ما میتونیم ترک کنیم. ای کاش این سالن تئاتر تخریب نمیکردم که امروز این سالن تئاتر بیشتر گسترش پیدا میکرد و نمایش‌های بیشتر میذاشتیم. اما متاسفانه همون کسایی که میومد از ما سوال میکردن که ما چی رقم ترک کنیم، ما برای نایاد میدادیم. امروز خودم اینجا میام میکشم. در این محل اکثر نمایشات زنده در روزهای جمعه اجرا می شدند و هنرمندان با چالش های نظیر مخدرات مبارزه می کردند. اما حالا تنها خاطرات آن مبارزه ها باقی مانده اند. ما 5 سال قبل از امروز ما نمایش های زنده داشتیم که حتی برای معتادین پیام می دادند که شما باید با مواد مخدر نبگیم. امروز ما این جایگاه رو می بینیم که بسیار معتادین اشغال کرده. متاسفانه در دوران سیاه طالبان ما سینما را دست دادیم، در دوران حکومت وحدت ملی ما سالن تئاتر هرات از دست دادیم. معتادان مواد مخدر نیز میگویند که از 2 سال بدین سو در این محل بود و باش دارند و بدون هیچ گونه مزاحمتی مخدرات استعمال میکنند. بدیدن 2 سال میشه که تئاتر خراب شده. ما اومدیم همین که با خود سرپناه درست کردیم چون مردم با ما کار ندارن. ما 2 نفر رفیق هستیم، به همینجوری سفری میکنیم و بودن 2 سال میشه ما همینجوری زندگی خود میکنیم. کسی ما مزاحمتی هم نداره. آره من 2 ساله که اینجا همینجا هستم، راحت هم اینجا که میام. کسی نمیتونه منو اذیت کنه. اینجا راحت تره تا سر خیابون. با این حال ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید که با مشخص شدن محل تازه سالن تئاتر هرات، معتادان از این محل رانده خواهند شد. تلاش های به خاطر ایجاد تئاتر انجام شده. وزارت اطلاعات فرهنگ بودجه او وعده داده هر زمانی که زمین که پروسه او همین اکنون ته انتقال هست به دسترس اداره اطلاعات فرهنگ هرات قرار بگیره و در اونجا سالن سینما، تئاتر، موزیم و همچنین کتابخانه معیاری برای هرات ساخته بشه. 5 سال پیش با انکشاف جاده اصلی شهر هرات، سالن تئاتر این شهر که نزدیک به 100 سال پیشینه تاریخی داشت ویران شد. این محل ویرانه که شاهد بخشی از تاریخ فرهنگی هرات است، حالا با حضور معتادان و مصرف مواد مخدر شاید بدترین روزهایش را می‌گذراند. معصومه حیدری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.